درود فراوان رهبر اختشاشات عراق رهبر مجازی اونجا هم چون فضای مجازی و اینترنت تاثیر داره دیگه رهبر مجازی اختشاشات عراق یک کسی هست نام قیس اتمیمی و جالبه اکثر اینا که رهبران شیعی هستن به عنوان جماعت شیعی کسایی بودن که قبلا مثلا شیعه نبودن آمدن رفتن حوزای علمی حوزه علمی شیعه درس خوندن یا مدتی تو حوزه علمیه بودن مثل همون کسی بود آقای از سرخی که برای یعنی که اینو به عنوان جا بندازن به آیت الله رفت تو حوزه درس خونده یا همین قیس اتمیمی رفته تو حوزه شهید محمد صدر محمد صادق صدر درس خونده یا همون یکی که آقای قاطع اسم قاطع کلم به عنوان میگه من بچه امام زمان هستم و خودش رو یمان. یمانی تعریف میکنه تو عراق تو بستره اون هم همینطور اینا یه دوره رو توسط در عراق اینا توسط به اطلاعات عراق زبست اینا رو میفرستن تو حساب حضای علمی شیعه برای از اینو استفاده کنن یک از این نکبت ها همین قیس اطمیمی هست که این آشو... عراق رو رو انداخته نفوذی بود تو حوزه علمی محمد صادق صدر درس خونده بعد سقوط صدرام خوش به عنوان جریان صدر به رهبری مختدا صدر یعنی که همین مختدا صدر که الان هست الان قوم هست فیلمش هم آمده حالا جالبه مختدا صدر خودش بهش پیام داده که توی جای در نداری توی, توی تویت تویتر تویت. بهش گفته پس فرمانده جیش المهدی شد جیش المهدی یک گروه بسیار تروریستی انحرافی بود که وابسته به مثلا صد بود و اصلا به خاطر جیش مهدی آمریکا داشت مختلف صد رو اعدام میکرد رهبر نذاشت بزرگواری کرد نامه داد با الله سیستانی که حتما جلو اعدام بگیره و گرفتن یعنی مختلف صد جونش مدیون رهبره در هر صورت و دو سال این بند خدا این نکبت غیست تمیمی رو به خاطر همین کاری تروریستی جیش مهدی اینو بردن آمریکا تو زندان آمریکایی بود بعد تو زندان رو مخش کار کردن اقامت انگلیس بهش دادن شروع کرد دشمنی با شیعه و اصلا شیعه هم نبود نفوذی بود و الان رسما برای موساد و سازمان امایسیس کار میکنه و اکساش با یهودیان عراق آمده با ادوین شکر سرمایدار یهودی که فراموسانر بزرگ هست افکار زده ایرانی شیعی داره هست عکسش با فتال کابر پارسر همسر یوسی کابر رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل هست با یه خانوم و یه عکس دیگه هم هست که تو وسط یهودی با وسط دوتا زن دیگه نازوش داره و اخیرا هم از تکنیکی استفاده میکنه که وهابی ها استفاده میکنن سیغه به عنوان بی بی سی حروم زاده هم زنا با کشور خبیث نجس انگلیس انتقام خواهیم گرفت از این کشور نجس و این خبرگزاری فاسد هم مونده سیلی محکم انگلیس منتظر باشه به خود جنایتی که در فتنه اینکه حالا به عنوان کارشناس سیغه اومده میگه که آخوندهای عراق دارن دختران عراقی رو دختران نوجوان عراقی رو سیغه میکنن این اصلا واژه کلید وهابی این معلوم وهابی بوده تعریفش بعد رفته خودش تو جریان صدر به عنوان نفوذی جان دختر الان رهبر اختشاشات عراق میان جای مختلف شیعه رو آتیش میزنه الان عراق رو جمع میشه به نظر من دیگه فهمیدم، آقای سیستانی و دیگه عرض کنم که این مختلف صدر و حکیم همشو فهمیدن که یه فتنه ضد شیعه یعنی قرار بود که حکومت شیعه ساقط بشه اولین کسایی که اعدام میشدن خود همین سیستانی و صدر و حکیم و اینا بودن به هر قیمتی هست اینا میخوان که اتوبان ایران فلسطین قطع بشه و حکومت عراق سرنگون بشه و عراقی ها اینو خوب فهمیدن بارزانی نوچیروان دفعه خوب عمل کرد با اینکه یعنی هوشیاری کرد هوشیاری کرد و همسو نشد با اینها و فتنه عراق رو به پایانه چون کلا بیداری اونجا درست شده گروه های و جالب میدونی چیه؟ جالب اینه که حزب بحث اونجا چهار روزنامه داره اینجور آزادی و یا نورسانه این اعتقاد دارن طرف داره صدام چهار روزنامه دارن تعریف تحریک به اختشاش و تذارات میکنن روزنامه الشرقیه، البغدادیه رافدین و دجله همش من حزب بحث عراقه این آزاد و آزاد فعال میکنن وزراش همه بحثی تو دولت عراق لاستیک میفرستادن بنزین میفرستادن واسه آشوبگرا اینا به اصطلاحی که آزادی بیان باید باشه این که چه کار احمقی میکنه دولت عراق و عملا کشور دسته دست این خیلی نفهمند که کشور دست به روزنامه دست به وزرا خیلیشون به و حالا چند نفر اقامانده دیگه به جز این بودن با اون رهبران سران فتنه بودن که در واقع حتی تک تیر ها هم استخدام کرده بود مثل اون همدانی و احمد بشیر و عقابی و جمال الدین و تعبول و اسم عجب, عجب دیگه همشون نوکر امای سیکس و اسرائیل و کاملا فتنه فتنه دخالت خارجی ایران عراق رونا تا همزمان بوده البته تودنی مکم خوردن و به زودی تودنی مکم خواهند خورد نه تنها اتوبان ایران فلسطین باز خواهد ماند اتوبان ایران مکه هم به زودی باز خواهد شد اتوبان ایران قاهره هم به زودی باز خواهد شد و استریل باید بره به جهنم و انگلیس هم همینطور کاخ باکینگ هام رو مهدی خواهیم کرد بدرود